سلام دوستان وقت به خیر سید امین موسوی هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما آقا باورتون میشه کسایی که مثلا به رضا پهلوی و اینا معتقدن و ایرانگرایی توی خونشونه باورتون میشه رضا پهلوی به زبون یعنی مثلا توی مقاله نبوده توی توییتی نبوده کسی تفسیره به رعی نکرده به زبون رسما اومده از کشتار ایرانیا حمایت کرده خیلی عجیبه نه یا مثلا باورتون میشه گلشیفته فرهانی که الان مثلا مایه مباهات ایرانی یا مایه افتخار ایرانیا در صحنه های بین بیاد از تجزیه طلبی ایران حمایت بکنه امروز میخوایم یک سری صحبت های یک سری حرف رو نشون بدیم از این افراد از اپوزیسیون ایران که شاید برای طرفداران ایران خیلی سنگین و سقیل باشه و شاید اصلا باورش نکنند و بگردن دنبال بخونه نه اینجوری نبوده فلان و اینا بریم با هم این برنامه رو ببریم جلو و در مورد تناقضات این اپوزیسیون ایران صحبت کنیم نفر اولش هم همین خانم گلشیفته فرهانی که الان مایه افتخار مباهات ایران و اتفاقی که میفته یه دفعه مثلا یه حرکتی که میکنه همه استوری میذارن و تو افتخار ایرانی و تو فلانی و پرچم ما رو بردی بالا اینا چند روز پیش مراسم نمیده این نوبل کوفتی چیچی بود نوبل صلح بوده و که یه نمایش و مسخروازی در وردن و خود اپوزیسیون هم به این مسخروازی این گلشیفت فرغانی و بقیهشون واکنش نشون دادن کاری نداریم یه فیلمی از گلشیفت فرغانی اومد بیرون در آغوش عبدالله مبتدی اول این فیلم رو ببینید و بعد من در مورد عبدالله محتدی صحبت بکنم همیشه هستیم تا بعد هستیم ما هم تا همیشه, همیشه. دیدید ما هم پیمانیم تا همیشه با کی خانم گلشیفت فرهانی تا همیشه با کی هم پیمانه عبدالله محتدی عبدالله محددی که یکی از سرکرده های گروه های که کموله. تجزیه طلب. نه آقا تو داری مته به خشخاش میذاری. کموله تجزیه طلب نیست. خاستگاه کموله که همون قاضی محمد. سال 1320 توی محاباد اعلام خودمختاری میده. جمهوری تشکیل میده و خودشو رئیس جمهور اعلام. میان بهش پیشنهاد میدن آقا خودگردانی کنید حالا این واسه بعد انقلاب اون اعلام خودمختاریش برای قبل بعد انقلاب باز دوباره این داستان ها رو میورن جلو میگن آقا شما خودگردان باشید کاراتون رو خودتون بکنید و مسئولیت ها به عهده خودتون باشه و خودتون تصمیم میگیرید نه میگن ما میخوایم چیز باشیم خودمختار باشیم بعد با رژیم بس هم بعد همین آقای عبدالله مختدی میره دیدار مشاور صدام توی بغداد بعد نیروهای ایران توی جنگ ایران و عراق که مقابل رژیم بس ایستادگی میکردن دفاع میکردن از خاک ایران بهشون حمله میکرد به نیروهای ایرانی حمله میکرد به جای اینکه مقابل دشمن بیستن مقابل کسی که میخواد تجاوز کنه به خاک ایران به همون خاک کردستان که اینا میخواستن جداش کنن نشه که جلو اونا بیستن این رای ایران رو میزن این رای جمهوری اسلامی رو میزن رزبندگان دفاع مقدس رو بعدم که از استقلال کردستان از همه پرستی استقلال کردستان عراق حمایت کردند که کردستان نمیدونم ایران و ترکیه و سوریه و عراق و اینا بچسبه به هم و اینا هم ایران رو جدا کنه رسما تجزیه طلبه پس این تو حرفی نیست و خانم گل شیفته در آبوش کیه آقای عبدالله محتدی تجزیه طلب تیر و بعد ادعای ایران داره ایران گرایی ایران جانم فدای ایران حالا این کلیپشو ببینید تو همون مراسم مسخره است که دارن از ایران میخونن <applause> نازنین بنیادی هم بوده ببینید دشمن از سنگ جانم فدای تو چون نداش فرزشه جان من فدای خاک پاک میهنم آره برو تو بغل عبدالله محتدی و جون تو فدای خاک پاک ایران بکن این از بلشیفت فرهایی عبدالله محتدی هم که گفت یکی دیگه از سوژه های ناب تناقض تو داستان ایران و ایرانگرایی و اینا کیه؟ خاندان پهلوی شخص رضا پهلوی و یاسمین پهلوی و دوروبریاشون رسما میرن اسرائیل و اینا با اینکه مثلا پدرشون ای که سیاست داشت همکاری میکرد با اسرائیل و اینا پدرشون ای که سیاست داشت مصاحبه میکرد حرف میزد میگفت مثلا اون فلسطین نباید به دست صهیونیست‌ها و اینا بیفته یه سری این ای داشت چون میدونست اسرائیل و سه و اینا ذاتاً منفور مردم ایران و مردم ایران تنفر دارن از اینا چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب یه سری این سیاست ها میچید و یه سری این حرف ها میزد که خودش منفور نشه ولی اینا که دیگه اصلا احمق با میشن میرن اسرائیل و با نتانیاهو دیدار میکنن و عکساشو دیدید دیگه نتانیاهو نشوندتش بغل اول سطل و یه اصلا غیر دیپلماتیک و یه به داغون و بعد میره رو دیوار ندوه دعا میکنه یه داغون و یه چیز خیلی عجیب همون چیزی که اول کلیپ گفته آقای رضا پهلوی میاد عید پوریم، این سهیونیستا رو تبریک میگه عید پوریم چیه؟ داستان چیه اصلا؟ اول بریم تبریک رضا پهلوی رو ببینیم چند ثانیه بیشتر نیست این بریم ببینیم جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می کنند خجستباد می گویم. جشن پوریم رو به یهودیان تبریک گفت. جشن پوریم چیه؟ استر یکی یهودی نفوذ میکنه به به دربار خشایارشاه پادشاه اون موقع ایران و بعد با کمک امو یا دایش مرتخای توطعه میکنن و هفتاد و پنج هزار ایرانی هشتاد هزار ایرانی رو میکشن یعنی پادشاه ایران که اون موقع خش بوده وزیرش یهودی بوده که میشه امو یا دایی استر استر هم این دختره بوده دخترم یهودی بوده مشالله دربار نونوار بوده و بعد هفتاد و پنج هزار ایرانی رو میکشن و آقای رضا پهلوی داره تبریک میگه که خیلی خوبه که شما هفتاد و پنج ایرانی کشتین و هر سال هم جشن میگیرید و ما این حرفا رو از خودمون در نمیاریم ب... بیایید حرفای حاخام یهودی رو بشنوید که در مورد پورین چی میگه با هم دیگه گوش کنیم تقریبا یک دقیقه خورده یه تحمل کنید با هم دیگه گوش کنیم ببینیم در مورد پورین چی میگه اصلا فلسفه پورین چی اصلا حرف ما نه حرف خودشو ببینیم چی میگه داستانش چیه این پورین And that message is very briefly and simply that we, the Jewish people, are commanded to destroy the enemies of our people, In all times, in all places, as happened, as described in detail in Esther, in the Book of Esther, where we find that seventy-five thousand eight hundred and eleven of our enemies were destroyed, including women and children. Some people are apparently capable of reading this Megillah twice, on the day of Purim, year in year out, without actually seeing what it says. Or without asking themselves the question, why did this take place? Why were so many people killed? Why were women and children killed? But the answer is very simple, straightforward. Perhaps it is not politically correct in the eyes of some, but it is the true, authentic, and absolutely essential message of Purim, and it is the central truth of the Torah. The message of Purim is not about commemorating a past event. It is rather commemorating and remembering a past event in order that we know how to behave today in the present and in the future. Here, Rambam mentions in Halacha Darah, Hay, two separate miswoth Ase, two positive commandments of the Torah. One is to destroy the seven nations mentioned a number of times in the Torah, who resided in Eretz Israel at the time when the jewish people entered the land to destroy those nations who claim this land for themselves the second miswa immediately after that is it is a miswa -as -e to destroy amalek and his descendants the concept of amalek still exists we read every year before purim we read inavaz <laughs> purim و آقای رضا پهلوی میاد این چیزی که این فستیوالی که اینا را میندازن و برای خودشون جشن میگیرن و تبریک میگه شما نسبتتون با ایران چیه پس نسبتتون با هخامنشی چیه انقدر سنگ هخامنشیان رو به سینه میزنید توی حکومت هخامنشی هفتاد و پنج هزار ایرانی کشته شدن با توطعه همین سهیونیست ها با توطعه یه یهود و موزه آقای رضا پهلوی چیه تبریک میگه این یهودی ها جشن میگیرن این اتفاق رو سهیونیست ها این اتفاق رو جشن میگیرن که ما 75 هزار ایرانی ها کشتیم دشمنان خودمون رو حس کردیم قتل آن را انداختیم حمام خون را انداختیم و آقای رضا پهلوی مدعی ایرانگرایی مدعی حکومت 2500 ساله حقامنشی و فلان و بیسار و اینا این میاد تبریج این از خاندان پهل میرسیم به مورد بعدی یعنی یک سری سلبریتی هایی که سیر ادای اپوزیسیون در علی دایی علی کریمی حالا مثلا علی دایی تو ایران و داره فعالیت میکنه و نون همین کشورم هم میخوره و اینا ولی خیلی ادای اپوزیسیون بازی در میاره تناقض اینا کجاست؟ تناقض اینا تو شعارهایی که دادن آقای علی دایی وقتی شعار زن زندگی آزادی میداد پارسال مدعی حقوق زنان بود مدعی زندگی بود مدعی چی بود؟ آقای علی کریمی که شعار میداد شعار زن زندگی آزادی میداد قلبش برای زنان میتپید قلبش برای حقوق زنان میتپید امروز که اسرائیل رسما داره کودک و زن و بچه و همه رو قتل عام میکنه چرا صحبت نمیکنه علی دایی از وقتی که جنگ اسرائیل و فلسطین شروع شده هیچ حرفی نزده یه استوری نذاشته یه پست نذاشته جرأتشو نکرده جرأتشون چون آزاده نیستن اینا اینا کاسبن کاسه به زن زندگی آزادی هست معتقد به زن زندگی آزادی نیستن کاسه به جرعت نکرده یه حرف بزنه علی کریمی جرعتشو نداره علیه جنایت اسرائیل تو فلسطین موزه بگیره حرف بزنه اینا شدن مدعی زن زندگی آزادی اوباما همین ویوهی توییتش رو گذاشت و صحبتش رو پخش کرد صدای آمریکا چی گفته اوباما هیچ صلح پایداری برای اسرائیل محقق نخواهد شد مگر آنکه به اشغالگری پایان دهد و با تشکیل یک کشور فلسطینی حق تعیین سرنوشت را به خود آنها بسپارد تو عکسش هم نوشته دست هیچ کس در این خونریزی پاک نیست اسرائیل باید به اشغالگری پایان دهد اوباما رئیس جمهور آمریکا آمریکایی که عراق و افغانستان رو اشغال میکنه آمریکایی که ایران رو تحریم میکنه و سیاستش یکسان دموکرات و جمهوری خواه نداره این دادش در اومده علی کریمی و علی دایی صداشون در نمیاد علی دایی که خودشو چهره بین المللی میبینه من چهره بین هم حرف من برو داره اوی منو فیفا دعوت میکنه فلان می و کشی جام جهانی من دعوت میکنن و توپ طلا میرم و فلانو بیسارو اینا این صداش در نیمه تناقض یعنی این یعنی این سلبریتی هایی که مدعی زن زندگی آزادی بودن یه اتفاقی تو فرانسه میفته یه اتفاقی تو آمریکا میفته چند سال پیش یادتونه داعش حمله تروریستی میکرد که ما ایران حاج قاسم ما جمعشون کرد و نه همین الان هم تو اروپا و آمریکا داشتن کارهای تروریستی میکردن چند سال پیش یادتونه تو اروپا و نمیدونم آمریکا و این و اون برای اینا حمله تروریستی میشد سریع ها و شم روشن میکردن میرفتن در سفارت و استوری میزدن و وای نمیدونم پاریس تسلیت نمیدار لندن تسلیت فلان شده قلب ما میتپه ما طرفدار انسانیتیم ما باید موضع بگیریم فلان و میسار اینا الان خفه شدن الان که کودک و زن فلسطینی دارن قتل عام میشن خفه شدن این از مورد سفون که هایی که ادعای انسانیت میکنن ادعای زن زندگی آزادی میکنن حالا خفه شده این از اینا مورد بعدی میرسه به آمریکا که چیز ویژو و خاصی نیست که هر سال عید نوروز رو تبریک میگن به زبان فارسی و مثلا دلسوز مردم ایرانن و مصاحبه میکنن و فلان و اینو ولی دارو تحریم میکنن داروهای پانسمان بیما بیماران پروانه رو تحریم میکنن مشکلتون چیه مگه مشکلتون با جمهوری اسلامی نیست مگه مشکلتون با آیت الله خامنه ای نیست مگه مشکلتون با اه اه اسلام و نمیدونم این اصولگراها و هارد لاینرا و اینا مگه نیست مشکلتون مگه با اینا نیست به مردم ایران چی کار داری؟ به مردم ایران چی کار داشتید که چند سال پیش هواپیمای مسافربری ایران رو زدید و بعد معذرت خواهی هم نکردید ار روی ناو وینسنس هواپیمای مسافربری ایران پرواز 655 رو زدن عذرخواهی که نکردن به فرمانده اون حرکت دو تا هم زدن هواپیمای مسافربری ایران رو زدن 200 نفر نفر, نفر نفر کشته شدن بعد به فرمانده اون عملیات ویلیام راجرز نه تنها مثلا توبیخ نشد نه تنها آمریکا عذرخواهی نکرد بلکه نشان لیاقت دادن اینه اپوزیسیون ایران این شکلیه رسما، دشمن مردم ایران در حرف در ظاهر نه ما با حکومت مردم با حکومت ایران مشکل داریم ما با جمهوری اسلام مشکل داریم ما با اسلام گراها آیت الله خامنه ای مشکل داریم اینه این داستان فوتاهی است اپوزیسیون ایران که خیلی ادعاشون میشه از اون ایران گرایی و اینا گوش فلکو پاره کرده که ما خیلی ایرانگراییم و گلچیفت فرانی و رضا پهلوی و اون یکی میره تو بغل عبدالله محتدی و رضا پهلوی میره اسرائیل و پوری متبریک میگو اصلا دیگه این قفله به خدا قفله هیچ اپوزیسیونی اینجوری متناقض نیست خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه با آن همراه بودید ممنون که با لایک و سابسکرایب و کامنت از من حمایت میکنید دمتون بیارم خیلی ممنون کامنتاتون رو میخونم نظری پیشنهاد چیزی داشتید در خدمتم توی کامنت ها میخونم تا جایی که بتونم جواب میدم دمتون گرم تا برنامه بعد خدا نگهدار